ممنونم از اینکه این ویدیو رو انتخاب کردی اگر تا الان به ویدیوهای کانال من گوش کردی و دوست داشتی ولی هنوز سابسکرایب نکردی ازت خواهش میکنم که این رو بکنی چون به من خیلی دلگرمی میده لایک و کامنت شما هم به من کمک میکنه تا یوتیوب پیشنهاد بده ویدیوهای رو به کسان دیگه اگر هم تازه به کانال پیوستی که آرزو میکنم که دوست داشته باشی و بمونی داستان کوتاه عروسک فروشی اثر صادق چوبک کسی چنان برف سنگین و سرمای سرساماوری را در پاییز به یاد نداشت. شامگاه بود که ناگهان سوز گزندهی تو گوشها سود کشید و دنبالش در اندک زمانی دل آسمان گرفت و ابر سفیدی که کم کم خاکستری شد چاله چوله های نیلی آسمان را پر کرد و هنوز شب به نیمه نرسیده بود که شهر زیر پلاس برف به خواب رفت. پسرک طول سگ هنایی چاغالویی گرفته بود تو بغلش و در آغوش هم تو درگاهی کم عمق خانهی که بالکونی رویش سقف کشیده بود از خود بی خود شده بودند هیچ کدام خواب نبودند در حال قش بودند قشی که سرما و گرسنگی به آنها داده بود طوله تو بغل پسرک بود و سر پسرک رو پشت او افتاده بود زیرگلوی گرم طوله رو ساعد پسرک بود و انگشتان کرخت پسرک لای موهای طوله فرو شده بود کس کرده بودند و تو هم مچاله شده بودند. چون پلیس گشت شب دست سنگین دست خود را روی شانه پسرک گذاشت و تکانش داد، پسرک حراسان از جاش پرید و زیر به هیکل سیاه و گنده و شولا پلیس که بر سرش سنگینی می کرد نگاه کرد و نالید. سرکار به خدا من کاری نکردم. جا نداشتم اومدم اینجا خوابیدم که صبح بشه پاشم برم دنبال کارم. این چیه تو دومند پلیس گفت و بخار پرپشت کلماتش را توی چهره پسرک قی کرد این این هیچی نیست یه طول سگه میخواستم فردا ببرم بفروشمش میگن دولت سگ میخره دو من میخره پاشو برو یه گورستون دیگه زود باش گورتو گم کن طول سگ با یک خیز از دودامن و او جهید پایین خواب زده و لرزان رو برفها جا گرفت برف پرپشت کف خیابان زیر پایش خالی شد و در میرفت و نمی توانست جاپای استواری بیابد. سر جایش وول میزد و پا به پا می شد و خودش را تکان میداد و چکه های برف چندشاور را از رو تن و سر و گوش خود به هوا می پراکند و زوزه می کشید. پسرک نام به خصوصی نداشت. جعفر، جواد، اکبر، علی همه را صداش می کردند. پرویز هم صداش می کردند. چون موهای سرش و مژگانش سرخ زنجبیلی بود و چشمانش زاغ و پوستش سفید بود میگفتند مادرش روسبی بوده و پدرش یک سرباز آمریکایی یا انگلیسی یا لهستانی یا روسی زمان جنگ بوده شناسنامه نداشت اما در دفتر دار و تعدیب زندان اسمش حسن خون تخی ضبط شده بود و این اسم رویش مانده بود برای اینکه در آفتاب دزدی و دل دزدی های تر و چسب تا نداشت و گاه میشد که به یک چشم برهم زدن در نیمه باز خانه ای را حل میداد و میپرید تو و هرچه به دستش می رسید بر می داشت و در میرفت خانهش یا تو زندان بود یا تو کوچه ها و زمستان ها در اهواز و تابستان ها در تهران در این سیزده چارده سالی که ازش میگذشت پدر و مادر و قوم و خیشی برای خود ندیده و نشناخته بود پلیس گشت ولش کرد و رفت پسرک جابجا جا شد تنش کوفته و کرخت بود هیچ وقت در عمرش آنقدر برف ندیده بود دنیا سفید بود سر شب که خبری نبود چطور شد که یهو اینقدر برف اومد و اینقدر هوا سرد شد بچه ها امشب کجا هستن باز هر جوریه فردا خودم رو به قطار بزنم برم اهواز هیچ معلوم نبود به این زودی هوا اینقدر سرد بشه خیابان خلوت بود به دانه های برفی که دوروور چراغهای های خیابان میریخت نگاه کرد رو سیمهای برق برف نشسته بود. رو سر تیرهای سیمانی برق هر یکی کلغند برف نشسته بود. کنار پیاده و گودی جویها و کف خیابانها با هم یکی شده بودند. کولاک خیابان و درختهای لخت را به رقص درآورده بود. رو تنه کلوفت چنارها وصله برف نشسته بود. هوای خشمگین برفی بدنش را به لرزه انداخته بود و دلش بیش از همیشه از دوست و خیش توهی بود یاد طول سگش افتاد دیدش که پایین پله درگاهی قوز کرده و سرش به جلوش خم شده بود و میلرزید و رو زمین بو میکشید تنش تو بلوز نظامی گل و گشادش لیز خورد و پای لمسش تکان برداشت و پا راه افتاد نمیدانست به کجا اما به راه افتاد تا بالای زانوهاش تو برف چال میشد برف بر رخ سیاه شب سفیداب مالیده بود گالش های گل و گشادش که از لاستیک قرمز تویی اتومبیل آپارات شده بود از پایش بیرون می آمد و تو برف می ماند. در پاورقی آمده است که از لاستیک قرمز تویی اتومبیل آپارات شده بود به معنی این است که تکه هایی از تویی قرمز رنگ لاستیک اتومبیل به آن وصل پینه شده بود. ادامه داستان لغلغ می خورد و تعادلش گم می شد. پیاده رو تنها و توهی جلوش دهنگو شده بود. طول سگ به دنبالش رو برف تلو تلو میخورد. یه لنگه گالشش تو برف ماند و برگشت آن را یافت و لنگه دیگرش را هم از پا در آورد و آنها را گرفت زیر بغلش. آسانتر راه میرفت. دیگر انگشتان پایش سرما را حس نمی دوید. رو سرش و شانه از برف سفید شده بود. هر از گاهی اتومبیل خواب زده تو خیابان خودش را رو کچ کچ روی برف میکشید و دور می‌شد. درونش توهی بود و تو تیره پشتش و تو پهلوهاش لرز افتاده بود. از گرسنگی دلش مالش میرفت. تو شقیقه هاش میکوبید و میخواست بالا بیاورد. دهنش تلخ و خشک و بویناک بود. بوی بازمانده تبی که در دهن مرده حبس شده بود میداد. بامداد آفتاب زور میزد تا از پشت ابرها بیرون بجهد. اما ابرها سفت و سخت جلوش را گرفته بودند. جای تاول خورشید مرد نوری به بیرون ها می کرد. برف ریز و تنک و تند بود. مردم تو کوچه و خیابان بلو شده بودند. گاری ها و درشگه ها و دوچرخه ها تو کوچه پرسه می زدند. طول سگ دنبالش می دوید و کوشش داشت از پسرک عقب نماند. برگشت نگاهش کرد و گفت من تو رو نمی فروشمت. زهرت بدن بکشنت. تو از خود من گشنتری. آخرش یه چیزی پیدا میکنیم کنیم هر دومون با هم می خوریم. ایستاد و دوباره گالش را به پاش کرد و راه افتاد. دستهایش را زیر چاله بغلش فرو برده بود. غوز کرده بود و می لرزید و دندانهایش به هم می خورد. و چهرش چرک و موهای سرخش رو فرق سرش خمیر شده بود. جلوی یک دکان کل ایستاد. بوی چرب و گرم کل مستش کرده بود. رفت جلو و با تحور بیم خورده ای به کل پس گفت میخواین برفای جلوی دکون بروفم؟ اگه یه پارویی چیزی داشته باشین تموم برفا رو میریزم تو جو صدای کلفت کل پس، گوشش و جانش را آزرد برو بچه پیکارت بذار کسبمونو بکنیم پسرک باز گفت په یه تیکه استخون بدیم به این سگم خدا عمرتون بده به خدا خیلی گوش نشه سر و کله طوله میلرزید و بوی قلیز کل پاچه را که دوروبرش تو هوا لنگر انداخته بود می بل اید و زبانش پی در پی دور دهنش میچرخید. دست کل پز بالای سینی کل پاچه به پرواز آمد و یک قلم پاچه سفید و براغ برداشت و رو زمین پرت کرد. استخوان برف را شکافت و درون آن نشست. به سرک دنبال استخوان دوید و طول دنبال استخوان دوید. پسرک خودش را انداخت رو استخان و آن را قاپید و طول سگ جای آن را تو برف بو کشید و لیس زد. پسرک راست ایستاد و استخان را لیسید. میان استخان سخت و براغ و بینمک بود و خشک بود و دندانهای پسرک روش لیز میخورد. طرفین آن که جای مفصل بود نرم و سوراخ سوراخ بود و از آنجا بود که بوی اشتهاور گوشت بلند بود. سر طوله رو گردنش میچرخید و پره های دماغش باز و بسته میشد و زبان کوچک گلیش از دهنش بیرون افتاده بود و آب ازش میچکید. چکید. ورج ورجه ورجه و دم تکان میداد. داد. دندان های تیز پسرک چند جای مفصل و استخوان را خراشید. آن را لیسید و بویش را خورد کشید و سپس با دلخوری آن را جلوی طول سگ پرت کرد. کلپز از پشت پیشخان به آنها نگاه میکرد و تسبیح چرکش را تو دستش می گردند. بعد پسرک به سنگکی بغل کل پذی سر کشید. نانهای داغی که روی منبر خوابیده بودند دل او را به ضعف کشند. فوران سوزان کوره تنور نانبایی او را به خود کشید. آنجا گرم بود و بوی داغ نان هوا را فرا گرفته بود. چند تا ریگ داغ از کف دکان برداشت و تو دستهای خود مالید. قوز کرده بود. شانه و دندانهایش میلرزید. نگاه پر اشته های دردناکش با آنکه که پای ترازو نشسته بود و آنهایی که میان دکان به انتظار نان گردن کشیده بودند چیزی نگفت. دورور خودش رو زمین نگاه کرد. حتی یک کناره نان هم روی زمین ندید که آن را بردارد نیش بکشد. کف زمین پر از ریک های داغ و ولرم بود و او روی آنها پا به پا می شد. رفت به سوی ترازودار و با صدای گریه گرفته گفت از رضای خدایی که نون بده بخورم. ترازودار تو شکمش واسه رفت. در پاورقی آمده است که معنای این جمله این است که حالت تهاجمی به خود گرفت و پرخاش کنان گفت. میری گورتو گم کنی یا دلت کتک میخواد؟ پسرک باز گفت. هرچی میخوای کتک هم بزن اما یه پاره نون بده بخورم. ترازودار خیز برداشت که از پشت ترازو به سوی پسرک برود. پسرک بیم خورده در رفت. طولش دم دکان به انتظارش بو میکشید و دم تکان میداد. خیلی راه رفته بود از چند تا خیابان و بازارچه گذشته بود از گرسنگی نای راه رفتن نداشت شب پیش هم مدتی دنبال نان دویده بود و چیزی گیر نیاورده بود دم عرق فروشی ها و ایستگاه های اتوبوس پرسه زده بود و از مردم کمک خواسته بود و چیزی گیر نیاورده بود و رفته بود تو آن درگاهی خانه در آغوش سرما و طول سگش بیخود شده بود. و حالا هم دنبال یک چیزی میگشت که شکم به پشت چسبیدهش را با آن متورم کند و معده و روده های خفته را بیدار سازد. همچنان که انگشتانش را زیر چاله بغلش گرم می کرد، چشمانش رو زمین دنبال دهنگیره می گشت. دهنگیره در پاورقی به معنی خوردنی اندک ذکر شده است. مرده که درشتندامی داشت از توی یک چرخ بار خالی می کرد. تر بار و میوه، جعبه های پرتغال و سیب و جوال های سبزی و کلم و کاهو و هویج و تروب سیا. در پاورقی معنی جوال به معنی گونی یا کیسه بزرگ ذکر شده است. پسرک پیش چرخ درنگ کرد. مفش که رو لبش سرازیر شده بود بالا کشید و چشمانش از روی چرخ به دکان میدوید و در دکان رو آن همه میوه درنگ می کرد و باز به چرخ برمیگشت رو مرد درشتندام. رفت پیش مردک درشتندام و گفت آقا کمک نمیخواین اگه بخواین منم کمکتون میکنم مرد درشتندام چیزی نگفت اوقاتش تلخ بود یک بار بغل زد و رفت گذاشت و دکان و برگشت پیش چرخ پسرک باز گفت آقا منم یکی بیارم ناگهان مرد درشتندام پرید و پشت گردن او را گرفت و محکم او را رو زمین پرت کرد دست های پسرک از زیر چاله های بغلش بیرون افتاد و تنش تو برف نشست. اش جلوش سر و دم تکان میداد و وق میزد. از دکان میوه فروشی خیلی دور شده بود. سینکش خیابانی خلوت ادهی دور یک چیزی جمع شده بودند. پسرک خودش را قاطی جمعیت کرد. دید در میان مردم پسرکی به سن و سال خودش مچاله به پهلو رو زمین افتاده و زانوهایش و دستهایش توی شکمش خشک شده بود و چشمانش دریده بود و پاهایش برهنه بود و تنش برف پوش شده بود. یک پاسبان درجه دار هم که دو تا هشت رو بازوهاش دهندره می کردند آنجا ایستاده بود و امرو نه می کرد. و آدم از پزشکی قانونی آنجا بود و نماینده دادستان آنجا بود و آمبولانس کفن پوش پزشکی قانونی آنجا بود که رانندش توش نشسته بود و یک لبوی گنده داغ نیش میکشید و مردم هم همه میکردند. نه بابا این که معلومه کسی نکشتتش سرما خشکش کرده. کسی چه میدونه؟ گاس یه جای دیگه کشته باشنش و آورده باشنش اینجا انداخته باشنش. کیه که باید چه آدمایی دشمنی داشته باشه؟ همون خداشون یه جنمایی توشون پیدا میشه که همون خدا خودش میشناسدشون جنمایی در پاورقی به معنای تیپی از افراد یا سنخی از اشخاص ذکر شده است بابا اگه میخواین حالا حالاها بذارینش اینجا خدا رو خوش نمیاد پاشو رو به قبله کنی آره بابا اینجور که نمیشه یه لنگی چیزی بندازین روش که سرما نخوره گاس هنوز جون داشته باشه در پاورقی معنای گاسم به معنای شاید هم ذکر شده آره تو بمیری از حالا کرما دارن میخورنش این مال حالا نیست خیلی وقت فلنگو بسته های شب ازرائیل باش چاق سلامتی کرده بالاخره مرده و اول باید هویتش معلوم بشه هویت چی؟ با اینکه که معلومه بیفک و فامیله پاسبان داد زد آقایون برین وان هستین خلوت کنین ایشکی نبود که اینو بشناسدش دور مرده مقداری پول خرد رو برف ها ولو بود. هنوز هم جمعیت تک و توک پول خرد به سوی مرده می انداختند. پسرک رفت به طرف مرده و بالای سرش ایستاد و به او نگاه کرد. بعد رو زمین نشست و به جمعوری پولهای پول خرد پرداخت. طول سگ رفت سر و صورت مرده را بو کشید و او را لیسید. پاسبان لگد قایمی تو شکم طوله زد و انداختش آن طرف. وقت طوله بلند شد و خودش را از میان جمعیت کنار کشید. بعد پلیس پسرک را چسبید و از رو زمین بلندش کرد که چه کاره است که آمده پولها را جمع می کند. و پسرک گفت که هیچ کار است و بیچاره و گرسنه است و میخواهد با پولها برای خودش لغمه نانی بخرد و اینکه مرده رفیق او بوده و اسمش عباس پلنگ بوده و لات و بیکاره بوده. پلیس فوری مشش را گرفت و پولها را از چنگش بیرون آورد و ریخت رو زمین و پسرک را انداخت جلو و بردش به کلانتری و طول سگ شاد و سبکسر دنبالشان دوید. تنگ غروب که از کلانتری آمد بیرون باز برف میبارید دنبال طولش گشت آنجا نبود قصهاش شد بار غم رو گرسنگی درونش سنگینی انداخت ظهر تو کلانتری دیده بود که یک سینی پر و پیمان چلو کباب و دوغ و نان و پیاز و سبزی خوردن و ترشی برای افسر نگهبان آورده بودند و اون نشسته بود و جلوی چشم او همه را خورده بود و او چشمی او را پاییده بود و تهمانده سینی که چند ورقه نازک پیاز و چند تراشه سبزی و دوره نان بود شاگرد چلویی مثل عجل معلق آمده بود و آنها را جمع جور کرده بود و برده بود و تن او عرق سرد نشسته بود و سرش گیج رفته بود و گلویش خشک شده بود و درد به سرش نشسته بود حالا هم گرسنگی به تنش مورمور انداخته بود و تو تنش پوک بود و چشمانش سیاهی میرفت. تلو تلو خورد و با خودش گفت تا نمردم برم یه چیزی پیدا کنم بخورم که دیگه نا ندارم خیلی آدم باید دست و پا چلوفتی باشه تو شهر به این ولنگو از گشنگی بمیره اما کجا برم؟ کی رو تو این شهر دارم که برم پیشش؟ برم یه خونه تخی یه چیزی بزنم برم برفوشم اگه امروز دیگه چیزی نخورم مثل عباس فلنگو میبندم اگه گیرم بیفتم دست کم تو زندون هم گرمتره هم آشی چیزی پیدا میشه که بخورم از گشنگی نمیرم باز دستهاش زیر چاله بغلش رفت و قوز کرد و لرز تنش و دندانهایش دور برداشت و صدای قرغر شکمش تو تنش پیچید از تو خیابان به پسکوچهی که نمیشناخت کشیده شد در و دیوارها را برانداز میکرد و گاهی بر میگشت و پشت سرش را نگاه میکرد پسکوچه خلوت بود اما هر سیاهی آدمی که پیدا میشد از دیدن او دلخور میشد پاهاش سست میشد ناامید میشد از آدم می ترسید. یک بازارچه کوچک تو سری خورده جلوش سبز شد که دکانهای نانوایی و آشی و کبابی و بقالی در آن تنگ غروب سرد برو بروی کارشان بود بخار گرم و شیرینی که از سینی لب و فروش بلند بود تو دماغش ولو شد و سوزشی بیخ زبانش حس کرد و دهنش پر از آب شد اما آنچه دیوانش کرده بود بوی کباب بود ابر چرب و پرپشت دود کبابی که تو هوا لب پر میزد پسرک تا آنجا که ریه هایش جا داشت بوها رو هرد کشید و بلعید و چشمانش آب افتاد و بیخ گلوش باز و بسته شد و آب تو دهنش فواره زد شاگرد کبابی پشت منقل کباب را باد میزد دکان شلوغ بود و لبهای مشتریان که از لغمه های درشت آبستن بود داغ به دل پسرک گذاشته بود رفت جلو و کلش را رو روی منقل چرخاند و بخور چرب کباب را هرد کشید شاگرد کبابی خنده مسخره کرد و گفت رچه بچه خرداغ میکنن؟ از بازارچه دور شده و تو کوچه های ناشنا به پرس افتاد باز به ورانداز کردن در و دیوارها و کوچه ها پرداخت و باز از سایه و سیاهی مردمی که از پهلوش رد میشدند شدند هنوز بوی چرب کباب را از خودش میشنید. اگه یه نصف سیخ کباب و یه کف دست نون به من میدادن چی می شد؟ لام از سبای ننه چخی؟ اگه ما آدم نیستیم؟ از توی کوچه ای رد شد که خلوت بود و کوتاه بود و یک تیر چراغ سیمانی که لامپ مفلوکی گل آن آویزان بود کمرکش کوچه کاشته شده بود. رو سر و شانه هاش برف نشسته بود و دلش کرخت شده بود. تو کوچه هیچ کس نبود. خانه ها ردیف هم اسیر خاک بودند. رفت پیش یکی از خانه ها. سرش نرم و با احتیاط رو گردنش چرخید و به پشت سر نگاه کرد و آنگاه در را آهسته هل داد. در بسته بود و تکان نخورد. زود برگشت میان کوچه و پنجره های خانه در بسته را دید زد. خانه خاموش بود و نوری از پنجره به بیرون نمی چیف؟ کاش که عباس زنده بود این خونه های تاریک بر کار جون میدن یه نفری نمیشه باز یکی کشیک به دو یکی بره تو سپس در یک خانه دیگر را وارسی کرد آن هم قرص و قایم بسته بود یک در را ول کرد و در بعدی را هل داد نیش در واز شد و نور مرده کوچه تو راهروی تنگ و تاریک آن خلید دلش خوش شد تنش داغ شد و شقیقه هاش کوبشی دیگر گرفت زور گرسنگی درونش بر دلهورش سنگینی می کرد. از سو اتاق صدای رادیو بلند بود. چشمانش را به هم می زد که زود با تاریکی راه رو آشتی کند. راه رو لخت و پتی بود. بی فرش بود. به دیوار دنبال جارختی گشت اما دیوار سفید و توهی و پتی بود. بعد مصب یه شلوار کهنه هم اینجا آوزون نیست. مثل اینکه امشب ما به کاتون زدیم. یک جفت دمپایی فزنات تو آستانه در خمیازه می گشید. در پاورقی معنای کلمه فزنات کهنه و زهوار در رفته ذکر شده است. گوشه راه رو یک عروسک بزرگ نشسته بود و به در کوچه نگاه می کرد. بیدرنگ مانند ای تو راه رو خزید و عروسک را بغل زد. عروسک سبک بود و رخت تنش بود. آن را به سینش فشرد و به سوی در کوچه برگشت. نگهان عروسک داد زد پاپا پا، ماما. تو مهرای پشت پسرک تیر کشید و سوزش زهرناکی نوک زبانش را گاز گرفت. خواست عروسک را به زمین پرت کند و فرار کند که میان کوچه رسیده بود و آنجا یک بار دیگر عروسک گفت پاپا پا، ماما و او پا گذاشت به فرار. دوان از سر کوچه گذشت و زمانی تو خیابان دوید تا رسید زیر سقف بالکنی و آنجا ایستاد. و عروسک را وارسی کرد. عروسک از لاستیک بود، یک بچه لب قرمز چاغالو بود که رخت تنش بود و موی زرینی رو پیشانیش خوابیده بود و مژگان سیاه بلند و چشمان کبود لرزان داشت که باز و بسته میشد و دهن نیم خندانی داشت که دو تا دندان مثل دندانهای خرگوش از میانش به بیرون توک زده بود پسرک به سر و روی عروسک دست کشید چند بار دست و پای آن را چرخاند و جابجا جا کرد ازش خوشش آمده بود همه جای آن را فشار میداد میخواست ببیند از کجاش صدا بیرون میزند سرش را چرخاند دید میچرخد و به شانههایش و پشت سرش نگاه میکند موژههایش را لمس کرد به موهایش دست کشید دامن پیراهنش را بالا زد و به تنوکش نگاه کرد روسینهاش را رو که زور داد ناگهان عروسک گفت پاپا پا، ماما باز روسینهاش را رو زور داد و باز عروسک حرف زد و گفت پاپا پا، ماما پسرک ذوغ کرد چقدر میخرنش؟ ده تومن؟ حرف میزنه تو حرفم میزنی؟ چی میگی؟ پاپا چیه؟ ماما چیه؟ دیگه چی برادی بگی؟ بازم برام حرف بزن امروز چی خوردی؟ تو که حرف میزنی؟ تو که میخوابی؟ باید حتما چیزم بخوری با سینه آن را فشار داد و عروسک گفت پاپا، ماما راه افتاد عروسک را زیر بغلش زده بود برم تو خیابونای بالای شهر اونجا بهتر میتونم برفوشمش. آقای نونواری که سرش تو یقه کلفت پالتوش فرو رفته بود و چتر رو سرش گرفته بود جلوش سبز شد. آقا، یه که فروشی داریم نمیخواین؟ سر آقا از تو یقه کلفت پالتو بیرون نیامد. زبانش تو دهنش یخ بسته بود. سایه های او و پسرک رو هم افتادند و سپس از هم گریختند. پسرک جلوی چند تا دکان رسید. در یک بقالی را هل داد و داد زد: یه فروشی دکاندار آن طرف پیشخان روی چهارپایه نشسته بود و به روزنامه نگاه می کرد. نور چراغ محتابی چشم پسرک را خست در پاورقی ذکر شده است که جمله چشم پسرک را خست به معنی چشم پسرک را آزرد می باشد خاموشی دکان وادارش ساخت که این بار آهسته تر بگوید یه رو فروشی دکاندار سر را رو از روزنامه برداشت و نگاهش کرد و آرام گفت نمیخوام برو بیرون در ببند چشمان پسرک از روی یک کپه نان سفید که روی پیشخان تلمبار شده بود به شیشه پرپر و پیمان بستهی که پهلوی نانها بود دوید و پس پس بیرون رفت و در را بست تو خیابان جلوی زن فربهی را که نفس زنان تو برفها پارو میکشید گرفت و گفت خانوم یه عروسک فروشی زنک سرش داد زد برو گمشو نزدیک بو سور بخورم این نصف شبی کی عروسک میخواد؟ پسرک از پیشش کنار رفت و بغلش راه افتاد و راست تو چهره زن نگاه میکرد. بخرین خانم ارزونه هر چی میخوایم بدین میخوابه بیدار میشه حرفم میزنه. آن وقت هولکی تو سینه عروسک فشار داد و عروسک نگفت پاپا ماما و پسرک دلخور شد و سر جاش ایستاد و اندام سیاه و سنگین زن رو برفها لغزید و دور شد. سپس چشمانش رو از زن برگرفت و به چهره عروسک دوخت. بعد قایم رو سینهش فشار داد و عروسک جیغ کشید. پاپا، ماما، آن را قلم دوش کرد و با جان کندن برف های میان خیابان را شلب شلوب کرد و رفت به پیاده روی دیگر. عروسک را پشت گردن خود نشانده بود و دو قلم پای آن را تو مشت های یخ و کرخت خود می فشرد و رودار داد می زد. رودار در گفتار شیرازی به معنی پی در پی و پیوسته است. یه عروسک فروشی دختر شاه پریونه میخوابه بیدار میشه حرف میزنه آه یه عروسک فروشی داریم صدای خودش به گوشش بیگانه بود خودش و صداش و عروسکش میلرزیدند دانه های درشت برف مه سرخ شامگاه را میشکافت و بر شهر میریخت خیابان از سیاهی آدم و اتومبیل خط خطی میشد ناله ترک خورده یه عروسک فروشی از دهنش بیرون میریخت و پیش پایش تو برف زوب میشد پاهایش را به زور از تو کند برف بیرون می آورد و هر پایی را که جلو می گذاشت سبک تو برف می خوابید و سنگین بیدار می شد. خودش را به سینه دیواری کشانید و رسیده نرسیده پشتش را به آن تکیه داد. پاهاش خود به خود چین شد و رو زمین نشاندش. عروسک افتاد بغلش و همونطور که افتاد به آن دست نزد. چنگالش را تو برف فرو برد و یک مشت برف برداشت و گاز زد و جوید و قورت داد و توف کرد. دیگر نتوانست انگشتانش را تو چاله بغلش قایم کند چشمانش هم رفت و نیشتر سرمای تازه تو رگ و پیش خرید دستهایش لخت بغلش افتاد تنش از تو سرد میشد و دلش آهسته به خواب میرفت خوابش گرفته بود تلاش میکرد سرش را رو گردنش راست نگه دارد اما چنان سنگین شده بود که تن توانست آن را بر خود بگیرد لرزی شدید بر اندامش نشست و بزاق کفالود کشداری از دهنش بیرون زد. بامداد با دیگر هنوز برف می آمد. چرخ اوتوموبیل های جنزده مارپیچ های کلوفت گلالود را تو برف های خیابان می کاشتند و صدای بوخ های نمکشیده آنها همراه با ناله موتورشان هوا را می روشنایی مرده روز به نور افسرده چراخ های هنوز روشن خیابان دهنکجی می کرد. سینکش دیوار خیابان ادهی دور یک چیزی جمع شده بودند که پسرک کنجل شده ای بود که روش برف گرفته بود و چند تا سکه دورورش رو برف پخش بود و یک عروسک برف بوش با چهره خندان و چشمان بسته بغلش خوابیده بود و مردم به تماشا ایستاده بودند در پاورقی معنای کنجل شده مچاله شده ذکر شده است